سلام برادر، من اشکانم، میخوام حرفامو بزنم با اشعارم. من میگم داستان و آهسته نم نم، تو همسو بشی تو با حس قلبم. بگم از بچه ای که سرطانیه، من که تنم سالمه جلو اون سرم پایینه. بس که تو زندگی ناشکری کردم و خوب بازی نکردم با جفت شیشم. من اون بچه که امیدش به قرصاشه و آرزوش اینه که سرطانش خونساشه، دیگه توی سرش نمونده فکرای خوب، چون که روی سرش نمونده یک تار مو حتی. اما اون ایستاده، این اصلا نیست ساده، این که میدونه اینجا شاید آخرین ایستگاهه، باید قطع بشه پای چپش، وگرنه سرطان رشد میکنه با یه جهش. نگو انگار که سر بهش قهر باهاش، اون دنیا همیشه تو سختی ساخته قهرماناشو. اون با ایستادگی به درد غلبه کرده، با پای مصنوعیش تو فکر قدم بعده. آه دیگه عوض شدن کل باوراش، زانو زدن تموم قله ها براش. چی فکرشو میکرد اون بلند میشه کم کم و بشه قهرمان پارالمپیک لندن؟ آری آری، زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست. گر بیفروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست، و نه خاموش است و خاموشی گناه ماست. حس میکردم باید بلند بشه یه نفر و داد بزنه تا به تو هم برسه خبر، که یه عده داوطلب آدمای راه بلد جمع شدن توی مؤسسه محک. فکر نکن که درمان یه مسیر همواره، آخه سرطان غیر درد هزینه هم داره. اگه مونده هنوز تو دلمون ذره ای مرام، ما مسئولیم در قبال درد دیگران. پس خودتو جای اون بذار، تو هم وقتی میشه که فقط با ماهی 1000 تومن. اگه با هم باشی میشه معجزه کنیم و تو دل شب بشیم یه نقطه امید. وقت میبینی در زمین ناخودآگاهت که کم میشه از زمین تا خدا راهه، که میتونه پشتیبان اون بچه باشه، به خدا میشه باشه مثل حق فاجب براش. رفیق بیا تو هم همصدای من باش، که بیمار امروز قهرمان فردا. میدونم قهرمان شدن به این سادگی نیست، بدون که سرطان پایان زندگی نیست. بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش زیه گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. دگر عضوها را نماند